توان اسرائیل برای انتقام‌گیری از جمهوری اسلامی در ارتباط با حمله حماس چقدر است؟ گام بعدی دو طرف در جنگ نیابتی چه خواهد بود؟ و آیا ممکن است که این جنگ نیابتی بدل به یک درگیری مستقیم شود؟ چشم‌انداز خوش آمدید. من سمیرا قرایی هستم. با هدف قرار دادن یکی از فرماندهان ارشد سپاه قدس پاسداران در سوریه، رویاروی اسرائیل با جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه شده. در سخنان سیاستمداران اسرائیلی هم درخواست ضربه مستقیم به جمهوری اسلامی عیان‌تر از گذشته مطرح می‌شود. نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل، با انتشار مقاله‌ای در وال استریت ژورنال نوشته است که رژیم ایران نباید از مسئول اقدام گروه‌های نیابتی‌اش قصر در برود. او از آمریکا خواسته تا رهبری مقابله با جمهوری اسلامی را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر، آسوشیتد پرس خبر می‌دهد که 6 شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله 4 عضو حزب الله لبنان، بر اثر حملاتی در روز شنبه 9 دی ماه کشته شدند. در عرصه جهانی هم قدرت‌هایی که جمهوری اسلامی آنها را متحد استراتژیک خود می‌داند، انتظار این حکومت در رابطه با اسرائیل برآورده نکردند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در گفتگویی با شبکه روسیه 24 تلویحاً از حمله اسرائیل به غزه پشتیبانی کرده و آن را با حمله روس‌ها به اوکراین مشابه دانسته است. در چشم‌انداز امشب سوالاتی مطرح می‌کنیم در رابطه با ادامه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل و می‌پرسیم که گام بعدی اسرائیل چه هست و آیا کارزار برای فشار به جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل پشتیبانانی خواهد یافت یا نه؟ سه مهمان من رو همراهی میکنند: علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، مناشه امیر، تحلیلگر امور خاورمیانه، و سرانجام مهرداد فرحمند، تحلیلگر امور خاورمیانه. سلام میکنم به هر سه شما عزیزان، خوش آمدید به برنامه امروز چشم‌انداز. آقای سعدزاده، اجازه بدید با نگاهی به همین مقاله نفتالی بنت در وال استریت ژورنال اشاره بکنیم. بسیار مقاله روشن و واضحی هست، جملاتی که به کار برده بسیار روشن و غیر دو پهلو هست. در جایی از مقاله آقای بنت نوشته است که اسرائیل و آمریکا باید هدفشان را پایین آوردن رژیم شیطانی در ایران قرار دهند، نه تنها میسر است بلکه برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه و تمام جهان متمدن ضروری است. آیا شما فکر میکنید که اسرائیل بتونه در آنچه که مد نظر داره، اگر صحبت‌های آقای بنت رو مد نظر قرار بدیم، آقای بنت در حال حاضر در دولت اسرائیل کاری نیست، ولی آیا میتونه که یک پشتیبانی از سوی آمریکا جلب بکنه؟ اینو نمیدونیم. آمریکا نمیخواد رهبری یک مقابله با ایران رو در دست بگیره. آمریکا آمده به منطقه که جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز نشه و همین علت هم مواظب هست که نه ایران، نه حزب الله، و نه گروه‌های نیابتی ایران در سایر کشورها دست به اقدامی بزنن که اسرائیل مجبور به عکس العمل و یا احتمالاً گشایش جبهه وسیع باشه. بنابراین این اصلاً به اصطلاح وظیفه و رسالت آمریکا فعلا نیست و ما هم نمیدونیم اونچه که آقای بنت در این مقاله وال استریت ژورنال گفته دعوای درونی سیاستمداران اسرائیل، یعنی سیاستمداران قدیمی و جدیدیه، یعنی سراسر مقاله سراسری انتقاد به آقای نتانیاهو در حقیقت که شما بایستی دست به اقدامی بزنید. و اونجایی هم که میگه من در سال 1400 در بهمن و اسفند چه اقدامات در ایران انجام دادم، داره در حقیقت به نتانیاهو میگه، میگه که شما، داره انتقاد میکنه به عمل نتانیاهو، به سیاست نتانیاهو، و میگه باید دست به چین عمل بذارید. ولی از اونجایی که بنت هم میدونه که اسرائیل به تنها این نمیتواند و نمیخواهد وارد چین مقابله بشه، میگه آمریکا بیاد رهبری این رو بگیره. بنابراین من فکر میکنم آمریکا فعلا در این اوضاعی که در منطقه هست و در جهان هست و اینا، خواهان این باشه که وارد جنگ کلاسیک با ایران بشه به رهبری
به هر حال طرفداران اسرائیل و خود آمریکا پشت در جلو این چنین چیزی بعید است از نظر من. بسیار خب آقای امیر، آقای سردزاده نکته‌ای که مطرح می‌کنن جالب است که در واقع در این مقاله آقای بنت انگار که به نتانیاهو داره میگه چه بکن و انتقادی است. روی کاغذ حالا با نگاه به سابقه خود آقای نتانیاهو و آقای بنت انتظار بر اینه که نتانیاهو باشه که موضع سفت و سختری در قبال جمهوری اسلامی داشته باشه، اما نگاهی به همین مقاله و عملکرد بنت در 2021 در 2022 میبینیم که آن زمان حداقل روی تعداد حملاتی که انجام میشد در خاک جمهوری اسلامی، حملات پهبادی که خب هیچ وقت هم اسرائیل رسما مسئولیتش رو قبول نکرد تا این مقاله بنت که خب به نوعی پذیرفتن این مسئولیت هست. آیا شما هم فکر میکنید که داره به نتانیاهو درس میده، داره انتقاد میکنه؟ شما چگونه میبینید این صحبت های آقای بنت در مقالش در والسی جورنال رو؟ بله، پیش از اینکه به پرسش شما پاسخ مستقیم بدم، دو نکته رو باید به یادآوری بکنم و اون این است که آقای بنت در حال حاضر هیچ قدرتی نداره، فردی است که به بیزنس بازگشته. به دوستانش بارها به من گفتن که خیال داره که دوباره وارد سیاست بشه، زیاد مطمئن نیستم. این نکته اول. و آنچه که ایشون نوشته در واقع خواسته آنچه را که خودش عمل کرده نشون بده و بهش افتخار بکنه. دوم، و این دوم خیلی مهمتر از اول هست، این است که آقای بنت این مقاله رو خطاب به نتانیاهو ننوشته، خطاب به آقای بایدن نوشته. میخواهد به ایالات متحده هشدار بده، میخواهد که افکار عمومی در ایالات متحده رو روشن بکنه که اینقدر کنار نیاید، اینقدر مماشات نکنید با حکومت اسلامی ایران. در مورد اینکه شما فرمودید که آقای بنت افتخار میکنه که دو تا عمل مشعشع و درخشان انجام داده در ایران، من متاسفم که خیلی چیزها رو نمیتونم فاش بکنم و نمیتونم بگم، ولی خیلی سربسته خدمتون بگم که آنچه که پیش از آقای بنت و بعد از آقای بنت انجام شد بسیار بزرگتر و بسیار مهمتر بود. در مورد اینکه آیا ببینید، درست قبول دارم که آقای بنت اولین کسی بود که در اسرائیل گفت این اختاپوس سرش رو باید زد نه بازوهاش رو، این رو قبول دارم. ولی آقای نتانیاهو در 15-16 سال اخیر بارها و بارها سخنان بسیار تونتری رو علیه رژیم ایران بیان داشته. الان دارید میگید اقدامات نتانیاهو در رابطه با جمهوری اسلامی موفقیت آمیزتر بوده، دارید از اقدامات نتانیاهو دفاع میکنید مقابل بنت؟ نه، نگفتم موفقیت آمیزتر بوده، اونها هم عملیات بسیار موفقیت آمیزی بوده که اسرائیل هیچ وقت مسئولیتش رو به عهده نگرفته و مسلماً من هم بهش اشاره نخواهم کرد، ولی همگان میدونن که ساکسنت بوده، فلیم بوده، انفجار موشکی در قرارگاه آزمایش موشک‌های جنگی بوده و بسیار چیزهای دیگری که من حتی نمیخوام بهشون اشاره بکنم. بسیار عالی. آخه این مشعشع که گفتید آقای امیر، میخوام بدونم که با یه لحنی گفتید که به نظر میاد که قبل از بنت و بعد از بنت برای شما مقبول تر بوده، من اشتباه متوجه شدم؟ نه نه، مشعشع منظورم درخشان بود. بله، حرف بدی نیست، منظورم درخشان بود. منظورم این است که تمام دولت‌های اسرائیل در 16 سال اخیر، در واقع از سال 1988 که افشا شد که حکومت ایران برنامه اتمی درست کرده، اسرائیل تمام هم و غم خودش رو، یکی از علل غافلگیر شدن در غزه همین بود، تمام هم و غم خودش رو مصروف اتم ایران و عملیات نیابتی رژیم ایران در خاورمیانه کرده و از حماس غافل شد. ولی این مقابله با رژیم ایران در 16 سال اخیر یک لحظه هم کنار گذاشته نشده. آقای بنت مقالش، خطابش در واقع به طور غیر مستقیم به آقای بایدن. بله آقای امیر، البته مقداری هم نارامی های داخلی اسرائیل تأثیر داشت در این که از حماس غافل شد، گذشته از پرونده هسته ای ایران. این بحث جداست. بله.
آقای فرهمند، آیا فکر میکنید که آقای بنت یک ناپرهیزی کرده؟ چون میدونیم سنت اسرائیل این هست که هر اقدامی که در خاک ایران انجام میده رو غالبا قبول مسئولیت نمیکنه دیگه، امضای اسرائیل هست. آیا اشاره به کشتن یکی از افرادی که فرماندهی عملیاتی رو بر عهده داشته که در خاک ترکیه توریستای اسرائیل رو ترور بکنه، صیاد خدایی رو میدونیم که در خرداد 1401 در شرق تهران با 5 گلوله کشتن، این یک مورد، و دیگری حمله به تاسیسات پهپادی ایران که احتمالاً حمله‌ای هست که به پارچین انجام شد، آیا قبول کردن اینها رو شما چگونه می‌بینید؟ آیا ناپرهیزی آقای بنت هست؟ فکر می‌کنید اینها رو چرا عنوان کرده؟ فکر کنم من و دو مهمان عزیز دیگر برنامه هر سه نفر توافق داریم که این مقاله آقای بنت رو در چارچوب تبلیغات سیاسی بعد ارزیابی کرد که حالا مخاطبش می‌خواد صحنه سیاسی اسرائیل باشه، روابط آمریکا و اسرائیل باشه. عملیات برون مرزی اسرائیل حالا چه در ایران چه در هر جای دیگه ای ابتکار عمل نخست وزیر این کشور نیست. این نیست که خود آقای بنت یا آقای نتانیاهو نشسته باشن این تحریزی کرده باشن که در کجا چه ضربه ای زده بشه. اینا رو دستگاه اطلاعاتی و نظامی طراحی میکنن، فقط در سرانجامش هنگامی که میخوان عملیات رو انجام بدن از نخست وزیر تایید میگیرن و رو در جریان میگذارند و با تایید او این کار رو انجام میدن. بنابراین اعتبار اینها و کردیتش رو نمیشه به نخست وزیر داد. اینها طراحیش، اجراش همه خارج از حیطه در واقع مسئولیت نخست وزیره، یا اینکه در واقع او اصولا اشراف دائم و مستقیم بر اثر اینها نداره، خارج از حیطه نخست وزیر انجام میشه و او تایید کننده است. در نتیجه آقای بنت هم نبود و هر کس دیگری در این مدت نخست وزیر اسرائیل بود، این عملیات انجام میشد. و همونطور که آقای امیر هم اشاره کرد، چه از حیث کمی به تعداد نگاه کنیم چه از لحاظ کیفی نگاه بکنیم، شمار عملیاتی که اسرائیل در ایران انجام داده قابل مقایسه نیست. آقای نتانیاهو به حال خب مدت طولانی هم سر کار بوده، رکورددار نخست وزیری اسرائیل، ولی خیلی هم در واقع نیاز به افشای راز سر به مهر نیستش. مشخص اسرائیل در این مدت در ایران چه کار کرده. اگر هم ناپرهیزی باشه، آنچنان ناپرهیزی بزرگ و غیر قابل بخششی نیستش. به هر حال اینها واضح بوده که اسرائیل انجام داده، ولی خب از دید حقوقی و از جنبه سیاسی اسرائیل هیچ وقت نیامده مسئولیت اینها رو به عهده بگیره، هرچند بر همگان آشکار بوده که اینها رو چه دولتی پشت سرش بوده. پسرلی آقای سردزاده، تحولات این چند روز اخیر رو چگونه میبینید؟ اگر دوشنبه رو نگاه بکنیم که سید رضی موسوی رو اسرائیل زد، پنج شنبه یک مجموعه خبرهایی بود که به فرودگاه حلب، فرودگاه دمشق، تعداد تاسیسات نظامی حمله شده، گفتن 11 سپاهی کشته شده، بعد رمضان شریف اومد اون رو تکذیب کرد، خبر اصلی رو هم الحدث سعودی داده بود، و بامداد شنبه هم که به البو کمال حمله شده. آیا میشه از افزایش حملات اسرائیل علیه شبه نظامیان جمهوری اسلامی در سوریه صحبت کرد؟ آیا شما دارید میبینید که یک تنش داره به مرور بالاتر میره و سرآغاز یک رویارویی جدیتر میتونه باشه؟ بیشک و من سرمنشه اینو اسرائیل میدونم. یعنی من در حقیقت ارزیابی من به عنوان ناظر اینه که اسرائیل میخواد، یعنی تحریکات بیشتر از جانب اسرائیله، حالا تحریکات یا عملیات لازم یا از بین بردن دشمن، اسامی رو میتونیم تغییر بدیم، ولی این اسرائیلی که داره پیش قدم میشه بیشتر. در حالی که نیروهای نیابتی، یعنی مجموعه عملیاتش رو شما در این سه هفته در نظر بگیرید، 80% نمایشی بوده، 90% نمایشی بوده. بنابراین خطر اونچنانی برای موجودیت اسرائیل، موجودیت منافع غرب در منطقه اصلا مطرح نبوده. اون کاری که هشت و شبی در عراق کرده، احتمالاً موشکی به جای زده، ولی اینها هم در بن‌بست قرار دارن. خامنه ای و هشت و شبی و دیگر نیروهای جبهه مقاومت هم در بن‌بست هستن، به علت اینکه از یک طرف بایستی سعی بکنن که درگیر این جنگ نشن، چون خودشون میترسن از عواقب این جنگ، هم ایران میترسه، هم حزب الله میترسه، هم دولت عراق نمیخواد، بشار اسد هیچ وقت نمیخواسته وارد یک مقابله بشه، بنابراین ایران و حزب الله هم نمیخوان. حالا این که فعلا نمیخوان، در آینده میخوان کاری بکنن، اینا بمانند.
ولی الان مجموعه شما دیدید رئیس دفتر خامنه ای اومد دیروز اعلام کرد آقا ما نبودیم. سلامی آمد حرفش رمضان شریف رو تصحیح کرد آقا ما نبودیم و نیستیم. بعدم رفتن سراغ شعارهایی که همیشه میدادن که پیروزی حماس رو میطلبن و فلان اینا. اینها در یک تناقض گیر کردن. از یه طرف بایستی که دائما بگن حماس پیروز هست، حماس پیروز بود، حماس پیروز خواهد شد. از طرف دیگر بایستی نحوه سخنرانیشون هم من فکر میکنم که اصلا رمضان شریف قصدی داشته. شما میدونید سنت روضه‌خوانی در ایران حرف حرف میاره. اینکه واقعا رمضان شریف سخنگوی پاسداران آمده حاصل جلسه کمیسیون پس کنید استراتژیک پاسداران رو برای مردم نقل کرده، من شک دارم بهش. آقای سرزاده، این نمایشی که راجبش داریم صحبت میکنین، حالا به هر جهت اسرائیل رو هم میگید که داره پیش دستانه این کارها رو میکنه، مسئله اینه که آیا به این نتیجه رسیده اسرائیل، هم حالا به همین نتیجه رسیده باشه، همین که توانش رو داشته باشه که فریب این نمایش رو نخوره و به این فکر بکنه که خب برای مدت‌های طولانی هست که شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در دور و اطرافش خب دارن علیهش توطئه میکنن یا در امنیت کامل نیست. کاملا درسته، این خطر همیشه برای اسرائیل وجود داشته، قبلا هم وجود داشته، ولی در این لحظه بحرانی و نحوه به اصطلاح تواصل عکس العمل اسرائیل هم فرق میکرده. اسرائیل در یک مرحله بسیار حساسی قرار داره، بنابراین حق هم داره که اگر تهدیدی از رای جای دید به اون بپردازه. ولی من احساسم این است که هم سیاستمداران اسرائیلی، آقای بنتی که شما مثال بردید یکی از اونها هست که خواهان هست، بنت تنها نیست، بخش آقای مناشه امیر هم الان گفتن من غیر مستقیم که مایل هستن آفریقا، آمریکا رهبری یک مبارزه سازمان یافته تری و جدی تری رو با جمهوری اسلامی شروع بود. درست. خود اسرائیل نمیتواند و نمیخواهد فعلا. بسیار خوب. آقای امیر، آمریکا هم نمیخواد. این نمیخواهد و نمیتواند. شما راجع به این بحثی دارید یا نه؟ سوالم همین بود که آیا اسرائیل آغاز کرده یک چنین عملیاتی رو که آقای سرزاده میگن که نمیتواند و نمیخواهد، شما چگونه میبینید؟ بله، ببینید چند تا توضیح باید بدم که تصویر روشن‌تر بشه. یکی این که ما دو رشته عملیات رو در یک هفته ده روز اخیر دیدیم. یکی عملیات در داخل سوریه بود که اسرائیل انجام داده، مسئولیتش رو به عهده نگرفته و این چیز تازه نیست، اصلا مسئله پیشدستی نیست. الان اسرائیل 10 سال 11 ساله که در سوریه همین عملیات رو انجام میده. به سید رضی اولین شخصیت بارز سپاه قدس و سپاه پاسداران نبود که اسرائیل نابودش کرد، اولین نبود، من نمیتونم بشمارم، ولی بیشتر از 10 نفر بودن. ببینید اسرائیل، اولا یه توضیح دیگه هم باید بدم که البو کمال رو با سوریه قاطی نکنیم. البو کمال محلیست که نقطه به هم رسیدن مرزهای سوریه و عراق، حکومت اسلامی ایران الان 5-6 ساله که اونجا داره یک قرارگاه بزرگ نظامی درست میکنه به نام قرارگاه امام علی و مرتبا این قرارگاه توسط پهپادها مورد حمله قرار گرفته که من نمیدونم کی این کار رو کرده، ولی آخرین حمله توسط ایالات متحده بود و مسئولیت رو به عهده گرفتن و واکنش ارتش آمریکا در برابر تحریکات و عملیات ایزایی در عراق بود. این رو باید جدا کرد از اسرائیل و سوریه. چرا میگم پیش‌دستی مطلقاً وجود نداره؟ برای اینکه از روزی که حکومت اسلامی ایران، سپاه پاسداران، سپاه قدس وارد سوریه شدن، دستورالعملشون و هدف اصلیشون این بود که یک حزب الله ما در شمال داریم، یک حزب الله هم در خاک سوریه. بنابراین اسرائیل الان 10 ساله که مرتبا میزنه انبارهای اسلحه رو منفجر میکنه، کارخانه گجات بهینه‌سازی موشک‌ها رو نابود میکنه، به شخصیت‌ها
آسیب میرسونه و اجازه نمیده که این حزب الله سوریه به خاک اسرائیل نزدیک بشه و کشته شدن سید رضی هم در چارچوب این عملیاتی بوده که هیچ جریان پیشدستی نداره و تازگی نداره. درسته که اسرائیل در غزه سخت مشغوله، درسته که اسرائیل سخت مواظبه که حزب الله خود لبنان رو مهار بکنه، ولی هدف اصلی که فراموش نشده جلوگیری از استقرار حکومت ایران سپاه قدس در سوریه است که دو زیان داره. یکی این که وسیله است برای رساندن اسلحه از ایران به حزب الله لبنان و برپایی یک حزب الله در سوریه که اسرائیل رو از چهار طرف محاصره بکنن، و این رو من نمیگم، خود سرکردگان سپاه قدس گفتن که ما الان در سوریه مستقر شدیم، از سه طرف اسرائیل رو محاصره کردیم، آقای نتانیاهو برو شنا یاد بگیر چون تنها راه فرار از اسرائیل دریای مدیترانه است. بنابراین اسرائیل دو هدف اصلی در رویارویی با حکومت اسلامی ایران داره، یکی جلوگیری از استقرار در سوریه و دوم جلوگیری از اتمی شدن حکومت ایران. جمهوری اسلامی. آقای فرهمند، این که مدت‌های مدیدی هست که اسرائیل چنین استراتژی رو داره اونجا پیش میبره، نکاتی هست که آقای امیر بهش اشاره میکنن. آیا شما هم معتقدید که آنچه که حالا در این روزهای اخیر شاهدش بودیم ادامه اون سیاست هست؟ آیا شما یک ترند، یک فرایند تازه‌ای رو دارید مشاهده میکنید در رویکرد اسرائیل با این شبه نظامیان مورد حمایت ایران یا نه؟ این از لحاظ راهبردی ادامه همون راهبرده. به هر حال بدیهیه که از وقتی که پای ایران به سوریه باز شد از لحاظ نظامی و نیروهای نظامی ایران رفتن در سوریه، هر سیاستمدار مدبری در اسرائیل سر کار بود، حال میخواست آقای نتانیاهو باشه، میخواست هر کسی دیگری باشه، قطعا و اینجا زنگ خطر براش به صدا در میامد که خب کشوری که دشمنش که خواهان محوشه الان دیدن نیروهای نظامی شما دارن پشت مرزش و حتما باید اقدامی انجام بده. این امری بدیهی است و این راهبرد رو پیشه کرد که با هر طور که ممکنه به حضور نظامی ایران در پشت مرزهای خودش آسیب بزنه، مرزهای خودش رو مسئول بکنه و امنیت خودش رو از این راه تامین بکنه. در نتیجه حملات پی در پی که به مواضع نظامی ایران و متحدانش در سوریه کرده در چارچوب همین راه برده. اگه بخوایم به روزهای کنونی بپردازیم، در روزهای اخیر هم این شاهد یک در واقع افزایش تعداد این حملات و شدت گرفتنشون بودیم که این هم آشکاره، ولی من جایی که با آقای سعدزاده اختلافی که دارم این هستش که از دیده بنده این ضرباتی که شبه نظامیان متحد ایران به اسرائیل یا به آمریکا زدن در طول این دو ماه اندی که از ببخشید جنگ غزه میگذره، اینا حرکات نمایشی نبوده بلکه اینا اقدامات مؤثر بوده. شما در نظر بگیرید که اگر که در شمال اسرائیل الان در یک تا یک شعاعی از فاصله مرز لبنان و اسرائیل مردم اونجا زندگیشون مختل شده، بخش زیادی کوچ کردن به مناطق جنوبی تر، منطقه ناامن شده. حالا گذشته از این که در نزدیک منطقه‌ای که دست حماسه در نزدیک غزه هم همین وضعیت برقراره، یا حملات حوثی‌ها به کشتی‌هایی که حامل بار هستن برای اسرائیل باعث شده که 4 شرکت بزرگ کشتیرانی حمل و نقل دریایی رو در دریای سرخ متوقف بکنن، بیمه ها بالا رفته، روند ترابری در این دریا مختل شده. اینها حملات مؤثره. از اون طرف آمریکایی ها، دولت آقای بایدن به شدت زیر سوال و انتقاد رفته به دلیل اینکه داره نسبت به حملاتی که بهش میشه پاسخ درفور نمیده، داره این موضوع داره به بهای از دست رفتن انتخابات آتیش تموم میشه. اینها پس نشون میده که حملاتی که به اسرائیل و آمریکا شده در این مدت مؤثر بوده. اما به خب نظر میرسه که فرهمند مؤثر بوده، اونقدری آیا مؤثر بوده که سرانجام اسرائیل به لحاظ عملی بیفته دنبال جمهوری اسلامی؟ ببینید، اسرائیل به لحاظ عملی سالهای سالی که دنبال جمهوری اسلامیه، در این تردیدی نیستش، ولی نه از طریق نیابتی ها. آقای فرهمند، همینی که اصلا بحث امروز ماست، همین چیزی که در مقاله بنت آمده، این که دیگه بسه، هدف ما باید خود جمهوری اسلامی باشه و نه نیابتی هایی که جمهوری اسلامی اجیر میکنه تا از جانب خودش برن بجنگن و بمیرن.
خود یعنی خود دولت جمهوری اسلامی، یعنی که رویاروی مستقیم، آیا به اونجا رسیده اسرائیل؟ این شبه نظامی ها انقدر مؤثر عمل کردن که الان دولت اسرائیل به این نتیجه برسه که بیفته دنبال اصل داستان؟ من فکر نمی کنم که اینطور بوده باشه که تا حالا اسرائیل درباره این که باید نظام جمهوری اسلامی سرنگون بشه مثلا تردید داشته و حالا که در این دو ماهه بهش حمله شده تصمیم گرفته که نه دیگه باید ما کار جمهوری اسلامی تمام بکنیم. اینطور نیست، یعنی راهبرد اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی همون بوده و این تغییری نکرده. اتفاقی که افتاده اینه که در این مدت ایران و شبه نظامیان متحدش برای خودشون یه حاشیه امن دیدن، متوجه شدن که آمریکا و اسرائیل فعلا قصد گسترش این جنگ رو ندارن و در نتیجه میتونن تا جایی که ممکنه، یعنی با متوجه شدن که هم اسرائیل به نوعی مماشات میکنه هم آمریکا به نوعی مماشات میکنه. یعنی مگر مثل قبل که اگر از جنوب لبنان به اسرائیل حمله میشد و اسرائیل میرفتش و جنوب لبنان رو بمباران میکرد و اونجا رو کنف یکون میکرد، اسرائیل این بار از این کارا نمیکنه. حملات خارج از تناسب، پاسخهای خارج از تناسب انجام نمیده. آمریکایی‌ها هم همینطور. در نتیجه در این حاشیه امن بر شروع کردن به ضربه زدن به هر دو کشور، هم آمریکا و هم اسرائیل. اما بالاخره این مدارا به نظر میرسه، مدارا و مماشات در جایی داره به پایان خودش میرسه یا پایان رسیده و آمریکایی‌ها و اسرائیل‌ها خب همین سوال همینه آقای فرهمند، پاسخ محکم بدن. ولی این پاسخ به این معنا نیستش که حالا دیگه تصمیم گرفتن و برن کار جمهوری اسلامی رو یکسره کنن. اون بحث دیگری است. باید اول دید آیا واقعا اسرائیلی‌ها سرنگونی جمهوری اسلامی رو به نفع خودشون میدونن و مفید میدونن. درسته که جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن اسرائیل در منطقه، ولی حتما این که بخواد این جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن هزار حساب کتاب داره. بسیار خب آقای فرهمند، همینجا صبر بکنین، اجازه بدین از آقای امیر همین رو بپرسم. آیا سرنگونی جمهوری اسلامی رو به نفع خودشون میدونن اسرائیل، یا این صحبت‌های آخر آقای فرهمند و شما راجبش چه فکر می‌کنید آقای امیر؟ اسرائیل از بودن حکومت اسلامی ایران سودهای بسیار برده. شاید تعجب کنید که من این حرف رو میزنم، سودهای بسیار برده، ولی زیانهایی که اسرائیل متحمل شده به علت آمدن حکومت ایران، حکومت کنونی، 10 برابر و شاید 100 برابر بیشتر از سودش بوده. ببینید آمدن حکومت اسلامی در منطقه یک دشمن آشتی‌ناپذیری رو برای اسرائیل به وجود آورد که میگوید نابود باید گردد. حتی این رو روی موشک‌هاش می‌نویسه. پولی که اسرائیل الان هزینه ارتشش میکنه، هزینه دستگاه‌های اطلاعاتیش میکنه، هزینه اسلحه سازیش میکنه و اینها میلیاردها دلار هست که اگر رژیم ایران نبود میشد این رو صرفه‌جویی کرد. این یکی. دومی که ما از کدام ایران صحبت میکنیم؟ از ایرانی که در گذشته دوست نزدیک اسرائیل بود، با هم همکاری میکردن. اسرائیل و ایران با هم داشتن موشک میساختن، موشک علیه کشورهای عرب که قصد تجاوز به اسرائیل و خاک ایران رو داشتن. اسرائیل در رسیدن ایران به هدفش که اروندرود نصف شمال ایران باشه، اسرائیل به ایران کمک کرد. اسرائیل کردهای شمال عراق رو تعلیم نظامی داد، ایران بهشون اسلحه داد و اونها یک شورشی رو آغاز کردن که صدام ناچار شد که خواسته ایران رو بپذیره. من بیشتر از این نمیتونم درباره همکاری های گذشته ایران و اسرائیل صحبتی بکنم، ولی دوتا دوست بودن در منطقه که همه دشمن ایران بودن، همه دشمن اسرائیل بودن و بنابراین بودن حکومت ایران بزرگترین ضرر برای اسرائیل. حالا اگر میپرسید که آیا اسرائیل در پی برانداختن حکومت ایران هست یا نه، من پاسخ قاطع و موثقی نمیتونم بدم، ولی یک نکته رو میتونم براتون فاش بکنم بشه. که بارها من در فرصت‌های مختلف که امکان بحث و ملاقات با مقامات ارشد دولتی بوده گفتم آقایون شما 1 میلیارد دلار صرف یک اسلحه میکنید، 1 میلیارد دلار صرف بکنید که این رژیم بیفته
و وضع خاورمیانه به کلی دگرگون خواهد شد. به من پاسخی ندادن و به هر حال آقای امیر همین نکته‌ای که میگید که بسیار زیان همین نکته‌ای که میگید به نظر میرسه که خیلی واضح در این مقاله آقای بنت عیان دیگه میگه، یعنی بس این که شما فکر میکنید، یعنی ایناف از ایناف جمله‌ای که در مقالهش آورده که همش سراغ نیابتی ها رفتن دیگه بس و باید به دنبال خود جمهوری اسلامی بود. آقای سرزاده کوتاه آقای امیر که آقای سرزاده هم صحبت کنه. یه نکته رو باید بگم. ببینید دکترین نظامی اسرائیل میگوید که تلاش کنید که جنگ فقط در یک جبهه باشه. جنگ فقط در یک جبهه باشه. فعلا حماس رو تمام بکنید، بعد نوبت حکومت حزب الله لبنان میرسه، بعد نوبت سوریه میرسه. اسرائیل آقای صدزاده 1560 سورتی انجام داده در خاک سوریه در ظرف 10 سال اخیر، بنابراین هیچ گونه پیشگیرانه نبوده. بعدش به حکومت ایران بپردازن و اسرائیل فقط هنگامی به حکومت ایران خواهد پرداخت که خامنه‌ای دستور تولید بمب هسته‌ای رو داده باشه و اسرائیل ببینه که کشورهای دنیا و به ویژه ایالات متحده و دولت‌های غربی هیچ اقدام قاطعانه‌ای برای جلوگیری از این نمی‌کنند و نتانیاهو گفته، من نمیگم، حتی به قیمت خودکشی اسرائیل، اسرائیل حمله خواهد کرد که این توان رو از رژیم ایران سلب بکنه. بسیار عالی. آقای سرزاده، آیا رجوع به این بحثایی که مطرح شد نکته دارید؟ اینکه جمهوری اسلامی روزی به بمب اتمی خواهد رسید من شک و تردید دارم. اسرائیل که نمیخواد هیچی، حتی روسیه هم که متحد ایرانه نمیخواد. من فکر می‌کنم ایران به اصولا یک وقتی به اصولا به بمب اتمی برسه. خب آقای سرزاده، یعنی نمیخواد یا نمیتونه؟ نه، اون که جمهوری اسلامی میخواد یا آقای خامنه‌ای میخواد توان ساختن بمب اتمیه. اگر احساس خطر کرد در عرض کوتاه مدت بره و بسازه. الان هم که میگم 60% غنی‌سازی رو به اصطلاح مقدارش است. حالا بگذاریم از بمب اتمی. مسئله این است که آقای امیر حق داره. آمدن جمهوری اسلامی خیلی برای مردم ایران، برای منطقه و اسلامگرایی رادیکال واقعا دامن زد به تان، یعنی جهان رو عوض کرد، جهان رو بدتر کرد. این درست است، ولی از بعد از اینکه پیدا شد این جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی عملا به نفع اسرائیل. چرا؟ برای که جمهوری اسلامی تبدیل به دشمنی شد، حتی اون زمانی که بمب اتمی نداشت، که تمام کشورهای عربی رو رفته رفته اسرائیل تونست توافقشون جمع بکنه که ما دشمن مشترک داریم، آن هم جمهوری اسلامی. یک. دو، کاری که جمهوری اسلامی مهمترینش انجام داد برای آقای نتانیاهو، نه نتانیاهو، طبقه سیاسی اسرائیل که اصولا خواهان ایجاد دو دولت در یک سرزمین نیستند، اونهایی که مخالف ایجاد دولت خودگردان هستند، جمهوری اسلامی که از سخت‌ترین کسانی بود که با چنین آلترناتیوی مبارزه کرد. و الان هم اون چیزی که در غزه می‌بینیم پیروزی جمهوری اسلامی در شکست آقای نتانیاهو هم جالب هست. مثل آقای خامنه ای میگه ما دولت خودگردان نمیخواهیم. یعنی از این نظر مثل آلترناتیو سکولار دموکراتیک بین فلسطینی ها باعث شد که حماس تبدیل به بزرگترین نیرو، نه تنها در غزه، همه پرسی های اخیر در کرانه باختری اکثریت پیدا کرد. چرا؟ برای که دولت خودگردان فلسطینی که آقای محمود عباس بود رفته رفته به عنوان ضعیف، به عنوان کسی که قادر نیست از حقوق فلسطینی ها دفاع کنه، چون اسرائیلی ها نگذاشتن. شما الان نگاه کنید ببینید کرانی باختری چه خبر است، چند نفر کشته شدن و چگونه این شهرک نشین ها زندگی رو بر فلسطینی ها تنگ کردن. به هر حال جمهوری اسلامی پس از ایجادش، قبل از ایجادش حق با آقای مناشه امیره، من هم قبول دارم که همکاری ایران و اسرائیل به نفع هر دو ملت بود، ولی پس از آغاز جمهوری اسلامی وجود جمهوری و این نشانه تفکر و تدبیر اسرائیلی ها نشون میده. اسرائیلی ها توانستن از جمهوری اسلامی استفاده کنن برای پیشبرد سیاستشون در خاورمیانه و من فکر کنم عربستان سعودی هم کم یا بیش دیر یا زود بپیوندد به پیمان ابراهیم. بعد از نظر داخلی دشمن اصلی رو که آقای نتانیاهو احساس میکرد غزه نیست، حماس نیست،
دشمن اصلی محمود عباس بود برای آقای نتانیاهو. چرا؟ چون آلترناتیو سکولار دو دولت از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، چنین دولتی حق ایجاد نداشت در کنار دولت اسرائیل با فرودگاه و پلیس و تشکیلات وزارت امور خارجه. چنین دولتی نمیخواد تحمل بکنه اسرائیل. چرا؟ اون هم قابل فهمه که چرا اسرائیل چنین دولتی را ترس از این دارد که مبادا در درون این دولت اگر مسائل دموکراتیک و پارلمان به وجود بیاد، حماس اکثریت رو میگیره و رهبری اون دولت رو در دست میگیره. تا این اطمینان رو اسرائیل نداشته باشه، تا فلسطینی ها این اطمینان رو به اسرائیل ندن که دولت خودگردان قوانینی خواهد داشت برای ایجاد پارلمانش که ضد دموکرات ها نمیان به اون پارلمان. بسیار خب، ممنون آقای فرهمند. بله آقای فرهمند، چقدر جمهوری اسلامی حضورش به نفع اسرائیل بوده در مجموع، نه حالا فقط دولت نتانیاهو؟ چون با توجه به صحبت هایی که هم آقای امیر کردن هم آقای سرزاده، میخوام بدونم که شما روی این مسئله چگونه فکر میکنید؟ ببینید، اگه بخوایم تاریخی نگاه بکنیم که این خیلی پاسخ متولی میخواد این سوال. از اون اوله که جمهوری اسلامی اومده، اول اتفاقی افتاده اینه که اساساً این مسئله فلسطین از یک مسئله حقوق بشری تبدیل شده این مسئله اسلامی. تا قبل از اون مسئله فلسطین این بود که در سراسر دنیا روشنفکران و آزادی خواهان و به خصوص اردوگاه چپ از فلسطینیان حمایت میکرد، میگفتش که اینها ملتی هستند که خونه هاشون ازشون گرفته شده و آواره شدند و از این دید ما ازشون حمایت میکرد که اینها به اون آرمان خودشون برسند. جمهوری اسلامی اومد این رو کرد، مسئله حقوق بشری رو کرد مسئله آزادی قدس. یعنی دیگه انگار که تمام آرمان این هست که اینا دارن فلسطینیان میجنگن برای اینکه بیت المقدس رو از دست یهودیا خارج بکنن. این تغییر گفتمانی خوابته به نفع اسرائیل هم تمام شد. این مقدار زیادی نیروهای در واقع جناح چپ رو هم در جمع سلطلبان اسرائیلی چپگرا رو هم چپگرایان حامی فلسطینیان رو باعث شد که در یک مقاطعی اینا حتی با حاشیه رانده بشن، باعث رادیکال شدن شد، باعث شد که این در واقع گروه های فلسطینی دوپاره بشن. اگر به هر حال اون انسجامی که بود، اون سازمان آزادی بخش فلسطین اشرافی که داشت روی گروه های مختلف فلسطینی، به همون شکل این دچار در واقع شکاف نمی شد، اگر اسلامی ها مثل حماس و جهاد اسلامی مقابلش علم نمی شدن، به هر حال هزار امای دیگه، اگر اون چه الان به اسم محور مقاومت ما می خوانیم و ایران حامی اصلیشه به وجود نمی آمد، چه بسا این روند مسئله فلسطین و مشکلاتی که با اسرائیل دارن اصلا به راه دیگری میرفت. این یکی نمونه شه، ولی واقعا فکر میکنم که این سوال شما پاسخش کتاب بسیار قطور و متول میتونه که وقت زیادی براش نیستی. درسته، نشد که این رو باز بکنیم. بحثی بود که آقای سرزاده باز کردید، ولی فرصت واقعا نداریم. نکته رو اگر به من اجازه بدید خواستم اضافه بکنم که این که آقای امیر گفتن که به مقامات اسرائیلی گفتن که شما 1 میلیارد دلار خرج کنید که این حکومت جمهوری اسلامی ساقط کنید. مسئله اینه که دزدیدن منار ممکنه 1 میلیارد دلار خرج داشته باشه، اما کندن شاهی برای اینکه اون منار رو توش شما پنهان کنید، دیگه صحبت خدا میدونه چند تریلیون دلار. یعنی نکته فقط این نیست که شما با 1 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی ساقط کنید، بعدش چه خواهد شد آقای امیر بفرمایید. بله، من چون میدونم وقت کوتاهی داریم، میخوام برگردونم به بحث رو به سوال اصلی شما که آیا خطر گسترش این جنگ وجود داره یا نه. ببینید الان آقای فرهمند، مسئله حقوق بشری نبود، یک جدل ناسیونالیستی. فلسطینی ها میگن مال منه، اسرائیلی ها میگن مال منه، یعنی یک چیز سیاسی بود که بعد دارن مذهبیش میکنن. میخوام بگم که کل بحث و جریاناتی که امروز در منطقه میگذره مسئله غزه نیست، مسئله بسیار گسترده تره. ما میبینیم که حوثی ها در دریای سرخ چه میکنن، حزب الله چه میکنه، حکومت ایران در سوریه چه میکنه، نیابتی ها در عراق چه میکنن، و از همه مهمتر میایند و به رفت آمد کشتی ها در اقیانوس هند آسیب میرسونن. آقای رمضان شریف هم میگوید که به زودی گروه های مقاومتی به وجود خواهند آمد که میتونن با بولمندب و جبل الطارق و آبراهای بین المللی دیگر رو هم ببندن. یعنی ما الان در یک لحظه بسیار حساس
و خطرناک قرار داریم. میدونم هیچ کس دلش جنگ نمیخواد، ولی کوچکترین اشتباه یک طرف ممکنه که یک انفجار بزرگ رو به وجود بیاره و از این نظر من نگرانم. آقای عمید، این لحظه حساس بین کی و کی؟ اگر اینو یه مقدار روشن‌تر بکنین، اینکه مثلا آمریکا، شما میگین که البو کمال بامداد شنبه رو آمریکا زده. آمریکا با اسرائیل، با جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل با حوثی‌ها و حزب الله، این لحظه حساس قراره بین چه نیروهایی رخ بده؟ ببینید، متاسفم که وقت خیلی کم داریم، شاید این رو شما به یه بحث جداگانه بذارید که کل این جریانات دنیوی چی هست، ولی عواملی در داخل حکومت ایران وجود دارن. من دو جناح میبینم در هر کدوم از رده های نظامی، سیاسی و اقتصادی حکومت. یک جناحی در سپاه پاسداران میگویند که هرچه بیشتر آشوب باشه در جهان به نفع ماست. فکر بکنید که کتایب حزب الله در عراق یا یا حوثی ها در یمن یک عملی رو انجام بدن که باعث کشته شدن ده ها سرباز آمریکایی بشه. شاید بعید به نظر میرسه، ولی میتونه اتفاق بیفته. اون موقع ایالات متحده باید وارد جنگ بشه. فرض بفرمایید که حزب الله لبنان یه موشک نقطه زن بفرسته به سوی کوره اتمی دیمونا، اسرائیل دیگه نمیتونه ساکت بشینه، باید وارد بشه. مگه مقر مارین ها، نیروهای دریایی آمریکایی و فرانسوی در لبنان رو نزدن؟ اون همه مگه کشته نشدن؟ وارد جنگ نشده ایالات متحده؟ این چه بایدیست؟ یعنی این چه پیشبینی قطعی است که میشه کرد که ایالات متحده حتما وارد این جنگ خواهد شد؟ نه نگفتم، گفتم که شاید مجبور بشه. من شاید کاملا شما درست میگید، گفتم شاید مجبور بشه که وارد بشه. ببینید، آقای بایدن جنگ نمیخواد، نزاع و جنگ اصلی با چین و روسیه است، مسئله تایوان، مسئله جنگ سرد، مسئله مبارزه اقتصادی و غیره و تجربه است که در افغانستان، در عراق و جاهای دیگه. آقای امیری، یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، اجازه بدید که یک 30 ثانیه از آقای فرهمند، یک 30 ثانیه از آقای سرزادم صحبت‌های پایانی رو بشنویم. بفرمایید آقای فرهمند، 30 ثانیه. فکر می‌کنم که بهترین جنبندی این هستش که ما در روزهای بسیار حساسی هستیم، همونطور که آقای امیری گفتن. کافی است که در این روزها یک نفر یک سنگی در شاه بیاندازه و وضعیت بسیار خطرناک خواهد شد. بسیار عالی. آقای سرزاده، شما هم 30 ثانیه اگر صحبت پایانی دارید. بله، من اون چه که گفتم در مورد نمایشی، در مورد حملاتی که از عراق و سوریه میشون، واقعیت اینه که هشت و شبی در دولت عراق هست و دولت عراق هم حمله به نمیخواد. حالا یک کسانی رو در این حال وادار میکنن، چرا این کار رو میکنن؟ گفتم در تناقض بین شعار و عمل هستن. از یه طرف باید عمل بکنن، نمیتونن عمل بکنن، شعار میدن، این شعارها اینا رو مجبور به کارهای نمایشی. در مورد حزب الله حرف آقای امیر درسته. حزب الله در یه شرایط دیگر است و امکانات دیگری، و اگر حزب الله واقعا وارد عکس العمل بشه، احتمال ایجاد جبهه جدید در لبنان زیاد است. و چون حزب الله دارای اسلحه هایی است که در سراسر لبنان پراکنده کرده، من حتی این تهدید دولت اسرائیل رو که ما مجبور هستیم از لبنان همون چیزی رو بسازیم که از غزه ساختیم، این رو هم، این تحلیل رو هم جدی میگیرم. بنابراین همه آمریکا منتفیس برید. بسیار عالی، خیلی مشکرم از هر سه نفر شما. با توجه به این تحولات، حتما در چشم‌اندازهای دیگر باز به این مسئله خواهیم پرداخت. علی سرزاده، منشه امیر و مهرداد فرهمند، ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید. تا یک شنبه شب.